یو 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 چطوریم برو بکس زیبارو؟ امیدوارم هر جا که هستی حالتون پر از انرژی مثبت باشه. اینجا ماتریس در جریانید، من میلادم، مخلص شما، یعنی عشق و حاله که برای تو این اتاق. همونطور که میبینید ستاپ جدید، اصلا تو این چند روز انرژیه که تو این اتاق داره میره و میاد، حقیقتا خودم یه نمورن و غریبم. ولی خب آقا لالوی ادیت زدن ترک های آلبوم فیل بودم که دیدم یه سگانه دیگه از ملتفت منتشر شد، این سگانه ای که همین یکی دو هفته پیش منتشر کردن. دوتا ترک از فدایی، یه ترک از شاپور، بالاست فدایی، بلندتر فدایی، دراویش از شاپور و مهدیار، کل ترک ها رو طبق معمول پرودیوس کرده در واقع. و اینکه من گذاشتم زمین، حقیقتا دیدم ملتفت انقدر پرکار شده. چرا؟ دلیل اولش این که ما نداشتیم چون یکی دو سال اخیر انقدر ملتفت پرشور و پرکار بوده باشه. و اینکه دلیل دومش هم این که با توجه به ترکی که گادپوری با حسین داشت که سید تیکارو در واقع به ملتفت و اینجور داستانا انداخته بود و اون بیفی که حالا گادپوری و شاپور با هم داشتن و گادپوری این همه داشت تلاش می‌کرد که فدایی رو بیاره تو دنس اما نمیتونست، الان تو این ترک ها باید ببینیم که یه سری صحبت ها رو کرده یا چی. الان قراره ترک بالاست و فدایی با هم ریاکشنش رو بریم و ترک رو گوش بدیم. حالا بعد از این ویدیو هم بلندتر و فدایی ریاکشنش رو میرم، بعد شاپور، چون ملتفت الان ما ببینیم که چیا داره میگه دیگه. بالاخره الان چی میگن بحثی با چی میگن این هایپر مارکت، در واقع هایپری که در حال حاضر توی مارکت ما اتفاق افتاده، بحث بین ملتفت و زد و بند داداش. برو بریم که داشته باشیم. کانال هم سابسکرایب نکردین لطف کنید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. و اینکه بچه ها اگه دوست داشتین میتونید عضو کانال تلگرام چنل ماتریس بشین، این زیر براتون میاد. و اینکه توی دیسکریپشن هم هست، راحت میتونید بیاید عضو شین، قراره کلی گپ و گفت بزنیم اونجا، خیلی راحت تر مستقیم. و اینکه یه سری تصمیم گیری ها رو با هم بکنیم. این به بعد ببینیم برنامه اشغال و دور همیه، قراره یه خانواده خفن بشیم. برو بریم براش. اینستاگرام ماتریس هم که این زیر میاد، اونم تو دیسکریپشن هست، لینک اورجینال موزیک هم تو دیسکریپشن هست. کاور رو با هم ببینیم. کاور شاهاجی حقیقتا دیدم، بذاریم بیارمش این بالا، کاورشو دیدم پرام ریخت. تک چشو داریم که بالاش یه مثلثه و یه سری چیزای عجیب غریب هم این بالا هست که آرم ملتفت رو اینجا میبینیم. و اینکه اینا رو من خیلی هم زوم کردم ولی اونقدر متوجه نشدم، انگار ماهی خونه است، نمیدونم سفینه است، چیه؟ ماتریس اینجا چی کار میکنه؟ خلاصه که چیزای عجیب غریبیه. برو بریم براش داشته باشیم. بالاست و از فدایی. چش داره بیتا میکنه لفظام، نگاه تا اینه گفت تک برو جلو جریان، بساط باشه ایام میکام کفشام بخواد. خیلی بی مقدمه اومد. آقا اینم بهتون بگم که ترک تهرون چقدر خفن بود که من نتونستم ریاکشنشو برم متاسفانه. حتما برین گوش بدین و لذت ببرید از صدای فدایی. چش داره بیتا میکنه لفظام، نگاه تا اینه گفت تک برو جلو جریان، بساط چشم داره بیتا میکنه لفظام نگاه. اینو من همون لحظه اول واقعا متوجه نشدم و مطمئن باشین که کسی که هیپ هاپی نباشه اصلا نمیگیره اینو. حاجی پرام، یعنی دایره واژگانی که فدایی داره بی انتهاست. باشه ایام میکنم کفشام بخواک، عادت داره کرد به توام قصاب بشم، نه آویزون خونواده نه سروار خدا، رک کن نشدیم با شلوار گشاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اون بچه سوسولاشو یا بچه مایدار نیستیم که فیلان بیسار، منظورش اینه؟ کفقاب خیابونا شاید دن سروار خدا، رک کن نشدیم با شلوار گشاد، تو دست امت شلاق دوما به تا دینو میزدیم به زخمای گلا، کارت فرو نمیره تو قلب سنگی، اهل جنگیم ما رو با اینا نکنید دست بندی، تشمل کل موته و برگ ترخیص، میریم بالا دند سنگ بیتامو میخوره رو در پاسگاه. خب به نظر منظورش اینه که مقایسه نکنید با کی داره میگه. کسی که همین چند روز پیش یه ترک داده و اینکه غیر مستقیم دیس کرده یا خیلی مستقیم با اینا، یا کسایی که حکومتیان اصطلاحاً اینطور که میگن، یا یه همچین چیزی به نظرم. خیس میریم بالا دند سنگ بیتامو میخوره رو در پاسگاه، رسیده به استخون خنه کاردا، تلخی خیابون و کف آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان ساکت آخه زیاده.
خوب میگه، بعد چقدر ببینه کن اصلا استاد این کاره، چقدر دو بیت چهار بیت کامل اون حرف و اون کامل چی میگه اون کانسپتی که داره رو میبنده، بعد میره سراغ داستان بعدی. این حرکتش خیلی خفنه. و اینکه میگه حرفامونو مینویسن تو در پاسکام، دیگه از این استوریا زیاد گذاشته فدایی دیگه، که یه همچین چیزایی بوده. ساکت آخه زیاد ادب مرده، کف عموم افتاده جسد لختش، گزارش پاسپورت میگه تمیز کشتنش، قافیه ها اثر جرمه ندیدی که تصویرسازی رو ببینید، یعنی فقط فداییه که میتونه یه همچین چیزی و انقدر یه چیز در واقع انقدر خشن و انقدر سیاه و به این شکل به شعر تبدیل کنه. تن بیجون میگه چی ادب داره فیلان بیسار، کف همومه به پاسپورت میگه قشنگ کشتنش، درست متوجه شدم؟ گزارش پاسپورت میگه تمیز کشتنش، قافیه ها اثر جرمه ندیدی که جنگل و توی چش برف، شعرامون مشعل پاره میشه دل شب، شما عمل صالح با گناه کبیره، ملتفه تر بلنده مثل صرف. ورد پلی رو داشتین؟ شعله تو دل شب، این چیزیه که عمل صالح با گناه کبیره، عمل صالح گناه کبیره. حاجی من مخم ریده، یعنی پرام ریخته، اینجوری بگم قشنگتره. بزنم عقب‌تر. دیگه جنگل و توی چش برف، شعرامون مشعل پاره میشه دل شب، شما عمل صالح با گناه کبیره، ملتفت تر بلنده مثل سر، ملتفت تو کرمه، ملتفت سر بلنده مثل سر. قبلش هم گفتش چی؟ گفتش که شما عمل صالح با گناه کبیره، یعنی چی؟ یعنی شما ظاهر فریبین، ظاهرتون در واقع فیلانه، خیلی مثبت و اینجوریه، ولی باطنتون پر از کثافته، یا همچین چیزی. قیمت سوتو گرمش بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاست از بالا تا پایین شهر، ماماست ملتفت تو کرمه، بالاست قیمت سوتو گرمش. آها، ملتفت نوک هرمه، هرمو که داشتین، اینه داستان. بابا بنازم خلاص مثل ماه تو دل تاریک شهر، خلاص از بالا تو پایین شهر، خلاص راهمون راه حق و عدله، فهمیدن اشکار نسل بعد، همه سوار هم میشن و چرن میگن، الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن. خدا وکیلی آرایه های ادبی رو ببینید، پراتون نمیریزه حاجی؟ عشق میکنم میبینم کلمه بازی های فدایی واقعا مثال زدنیه، قشنگ مثال زدنیه. شنو چرن میگن فهمیدن اشکار نسل بعد هم خب راهمون راه حق و عدله، فهمیدن اشکار نسل بعد، همه سوار هم میشن و چرن میگن، الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن. حرف و فایده یعنی نفهمیدن، یعنی خودشو به خواب زده، نمیتونی شما بیدارش کنی. این از این. قبلش هم چی گفت؟ گفت داستان اینه دیگه، الان چیزی که میصرفه اینطوریه. و چی میگن؟ یه مثالی دارم میگم، مثلا نمیدونم یه چیزی اینجوری میگن، انگار مثلا چیزی که آیندگان میفهمن فیلان بیسار، اون حقیقت داستانو اشاره به این موضوع داره. فدای کلی الف تسخیر، دیگه تابلو شده نداره تهدید تاثیر، مشکل دارم با قوانین الهی، همیشه مستقل افراطی جنایی. اوه اسم تمام ترکاشو فکر کنم داره میگه، درسته؟ کلی، تسخیر، جنایی، دیگه چی؟ فکر کنم اسم تمام ترکاش یعنی در واقع با اسم تمام ترکاش دوتا بیت زد. نفع و فایده یعنی نفهمیدن. فدای کلی الف تسخیر، دیگه تابلو شده نداره تهدید تاثیر، مشکل دارم تابلو شده، دیگه تابلو شده الف قوانین الهی، همیشه مستقل افراطی جنایی، همونی که واسه رفیق کردن میزاتن و به بدخو ملتفی سردرد میدم، خبرم و شیطون خدا میگیره، دیگه رو پل صراط داشت تک چرخ میزد. رو پل صراط این گفت تک چرخ میزد، فکر کنم حسین یه همچین حرفی زده بود. آقا من دیوونه یه این بیت شدم و مطمئنم بعد از این ترک رو گوش بدم، یعنی بعد از این ویدیو ریاکشن این ترک رو گوش بدم، بیشتر پرام میسوزه. الان یه جوری هی مغزم قفله اینه که ببینم چی میگه و فیلان، از اون من نمیتونم وایب بیت و فیلان و اینا رو یه بالانسی داشته باشم. جیگر دارم شیش سیخ قربه به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف ملتف تکمی و تیم شید، یخو میندازم تو ویسکی، خون سردنگا بزرگ شدم سیبری، سقف کلاس پاره میشد همیشه. چی از این قشنگتر؟ خونسرد انگار بزرگ شدم تو سیبری،
داستان این شکلیه. ببین پسر خودتو با ما وایسه نکن. این از این. بعد یه نکته دیگه میخواستم بگم، این که حالا بذاریم جلوتر آخرش بگم، اینجوری بهتره. سقف کلاس پاره میشد همیشه، چرا دایره میکشه خط کش ما؟ باشه خنده برا پیش اهل دلا، پادشاهی میکنه یه بچه گدا. آویزون نمیمونه خفاش پیر، آهو که نمیدوه دنبال شیر. نگه نمیداره پنگ پرجا رو میخست کلی، فکر میکنی که میگیره دنیا رو چین. ملتفه تو کرمه بالا قیم. ای والله من این حرفو هستم خدایی، اسکلن اونا که فکر میکنن دنیا رو چین میگیره. دنیا رو اونی که نوک هرمه میگیره. آقا جون شما باید بری تو عمق این داستان ببینی چه خبره، و اینکه چقدر در واقع حرفاش واقعی تر مستند بود تو این ترک. چقدر حرفاش حرفای باحالی بود، در واقع ریفرنس های باحالی داشت. مت صوت تو گرمش بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاست از بالا تا پایین شهر، باماز ملتف تو کرمه بالاست. میگه بالاست تا پایین شهر با ملتف تو فیلان. یه فکر میکنم این حرف خاطر اینم از این مدت یه سری ها میگفتن وای مثلا گادپوری و اینا حاجی دیگه کار کردن، ملتف دیگه تموم شد، ملتف دیگه فیلان. که من اصلا این حرفو نیستم، با یه دو تا دیس و دیسپک کسی کارش تموم نمیشه، کریر کسی که تموم نمیشه. بعد اونم کسی که هم نیومده تو بازی. حالا داداش داره اینو میگه که بالا تا پایین، اگه میخوای میمه ملتفت چی فیلالی لالای اینجوریه. ای فدایی بالاست. خب آقا شنیدیم یه ترک جالب انگیزو از فدایی، اولین ترک این سگانه ای که هم ملتفت منتشر شد. خیلی باحال بود به نظرم، یه بخشیش به نظرم جواب این داستانای چند وقت اخیر بود، یه بخشیش هم پرچمداری جریان ملتفت بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی ملتفت هنوز زنده است. حالا دیدیم که مثلا سروش هیچکس و خیلی های دیگه حرف می‌زدن و خیلی داستانا رو چه می‌دونم زنده می‌کردن در واقع داستانا رو بر علیه ملتفت. الان با این ترک یه میخی خواست بکوبه فدایی و مهدیار که بگن آقا هنوز همچنان ملتفت زنده است. و اینکه بچه حالا 100% یعنی قاعدتا شاید خیلی از تیکه ها و خیلی از داستانهایی که تو این ترک بوده باشه شاید من دقیقا متوجه نشدم. بالاخره دیگه الان چند دقیقه است بکنم، من 10-12 دقیقه است که این در واقع ترک اومده والا، گفتم که سری با هم داشته باشیم. خلاصه کم و کاستی ما رو چی ببخشین، تو بقیه ریاکشن ها براتون جبران میکنیم. این از این. بعد این که کانال تلگرام هم اگه دوست داشتین میتونید داشته باشید، زیر صفحه براتون میذارم، اینستاگرام هم میذارم براتون، توی دیسکریپشن هم همه اینا هست، لینک اورجینال موزیک هم تو دیسکریپشن هست. قربون چشای زیباتون، مرسی که بودین، دوستتون دارم خیلی زیاد. برم سراغ ترک بعدی، بلندتر فدایی. این ترکش که خیلی جالب بود، مهدیار رو خیلی دارم تو این دو سه تا ترک گفتم خیلی دارم باش حال میکنم دیگه. این احساس میکنم که داره خودش رو پیدا میکنه، داره میاد تو دنس دیگه، قوی داره میاد. یعنی که تو دنس رو دا میدونی انگار اون کمرش رو بیشتر چی من کمر همت و فیلان کرده بیسار، الان اینجوریه داستان، خیلی سفت و سخت‌تر اومده تو بازی. برو بریم که داشته باشیم بقیه ترک ها رو گوش دادم، برشم برم سراغ آلبوم فیل تا دیگه چی میگم بیات نشده. مرسی که بودین، اش بدین و اش بگیرین تا یه ماتریس دیگه. قربونه چشای زیباتون، چاکس.